مولوی صاحب، در این منطقه ما وقتی همچین اتفاقاتی بیفته چطوری خیالمون راحت باشه؟ همه میدونیم که مولوی عبدالمجید به عبدالقادر بدهکاره و در عوضش بهش قول ازدواج دخترشو داده. اما حال که دخترش فرار کرده و عبدالمجید نمیتونه بدهیشو به عبدالقادر بده، پس شورا تصمیم میگیره که همه ی اموال و زمینهاشو به عبدالقادر واگذار کنه و از همین لحظه باید این منطقه رو ترک کنه. نه، نه، خواهش میکنم، تو رو خدا بهم رحم کنی، من کجا برم آخه؟ کجا برم؟ خدایا کمکمون کن، ای خدا کمکمون کن، کمکمون کن دایی جان. چی شد؟ چی شده؟ یه چیزی بگو، چی شده؟ یه چیزی بگو، با تو هم یه چیزی بگو. دایی جان یه چیزی بگو، شورا چه تصمیمی گرفت؟ همه ی اموالمونو، این خونه رو، همه رو به عبدالقادر دادن. ما باید از اینجا جمع کنیم و بریم. کجا بری؟ کجا بری؟ این خونه مونه، ما دو وعده غذا بیشتر نداریم بخوریم، الان کجا بری؟ هر جایی الا اینجا، الان دیگه هیچی نداریم. چیکار کنم ای خدا؟ باشین باشین جمع کنیم، قبل از جمعه باید تخلیه کنیم. باشین، بدبخت شدیم رفت. بیا حسنم، چطوری؟ بشین. داداش میدونی که من چرا اومدم اینجا؟ شما همیشه منو مثل خواهرتون دوست داشتین، الان این خواهرتون ازتون یه خواهش داره. خواهش میکنم دایی جونو ببخشین، همه چی ازمون نگیرین، ما کجا بریم؟ من نمیتونم این تصمیمو بگیرم، شورا هرچی گفت باید قبولش کنیم. داداش تو خیلی نفوذ داری، با یه حرف تصمیم شورا عوض میشه. هیچ کاری نمیتونم بکنم، با آبرویی که از من رفته نه، اگه بخوامم نمیتونم ببخشم. ولی داییم که مقصر نیست. چرا مقصر نیست؟ مقصر اتفاق اون پدرشه. مینا امانت من دست اون بود که گذاشت بره. همین که زندتون گذاشتم، برین دو لقمه بخورین، خدا رو شکر بکنین. از این بیشتر دیگه هیچ کاری نمیتونم براتون بکنم. داداش لطفا. किस्मत का मैं मारा जिंदगी है कठिन मेरी धड़कनों ने तुझको ही पुकारा सहारा मौला।
کنارا مولا مولا میرے ہاں میرے تو ہی سہارا مولا مولا میرے من از اتفاق دیشب خیلی شرمنده‌ام. دیشبم براتون شام آورده بودم ولی فکر کنم خواب بودین و متوجه نشدین. الان صبونتون رو بخورین تا سرد نشده. من صبونه نمیخورم. چرا؟ من که گفتم با همه حرف میزنم پس دیگه جای نگرانی نیست. نیازی نیست شما کاری کنی چون میخوام از اینجا برم. اما شما که گفتین هیچکی اینجا ندارین. آره اما من نمیخوام اینجا بمونم. تو منو اونجایی ببر که زنای کارگر اونجا میمونن و چی میگن به اون این چیز چی میگن؟ زنای کارگر؟ اوه منظورت خوابگاه زنان شاغله؟ آره همون. اما اینجا بودن چه مشکلی داره؟ تو چرا نمیفهمی چی میگم؟ اول اینکه تا کی اینجا بمونم؟ ثانیاً من به این شهر واسه یه هدفی اومدم. هر ثانیه‌ای که میگذره برام ارزشمنده. هدف؟ چه هدفی؟ چرا باید بگم؟ باشه نگی ولی صبونه رو حتما بخور. صبر کن منظوری نداشتم. به خاطر ویکی اعتماد ندارم. چی؟ متوجه نشدم. هیچی. تو کدوم تهیه کننده رو میشناسی؟ تهیه کننده چی؟ راجع به چی حرف میزنی؟ تهیه کننده فیلم دیگه باهوش. از اولش هم میدونستم تو رو چه به این کار آخه. اگه شما نگین من از کجا باید بدونم؟ اگه بدونم شاید بتونم کاری بکنم. چه رویایی داشتم همش تموم شد. فکر میکردم بازیگر بزرگی میشم ولی اون آوازی منو بازی داد. کی بازیتون داد؟ گفتنش به تو چه فایده ای داره؟ تو فقط منو ببر به اون خوابگاه. فعلا تقدیر من اونجاست. نگران نباشی من هستم. چطور نباشم؟ اون همه ظالمه تو یادت رفت؟ واسه یه بشقاب برنج منو بیا برو کرد. من دیگه اینجا نمیمونم.
خیلی خوب باشه، من میبرمتون، ولی باید الان صبحونتون رو بخورین و بعدش هم حاضرشین باشه. اما من که لباس ندارم. این همه غذا بخور مینا، معلوم نیست که همچین غذای گیرت بیاد.